برپایی تجمع و نماز وحدت روز جمعه در استانهای بپاخواسته عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی به رغم ادامه حملات نظامیان مالکی در الانبار و به رغم حملات شبه نظامیان و به آتش کشیدن مسجد طارمیه بغداد. شیخ علی حاتم امیر عشیره دوله: امروز به همه فرزندان استان الانبار بدون استثناء میگویم باید بخیزند و از استانشان دفاع کنند و زمین و ناموسشان و دینشان را در مقابل فساد مالکی و شبه نظامیان رژیم ایران حفاظت کنند. تلویزیون الجزیره، شیخ علی حاتم امیر عشایره دوله: مالکی در نبرد با مردم الانبار بازنده است و مردم انبار ایستاده‌اند. ما جنگ را شروع نکردیم، مالکی جنگ را بر ما تحمیل کرد و اکنون همه مردم انبار باید آماده باشند برای نبردی که تعیین کننده است. به مالکی مهلت دادیم که نیروهایش را از انبار بیرون بکشد. اعلان الحرب بین اتباع يزيد واتباع سيدنا الحسين وتناسى المالكي بان يزيد هو الذي كان يحكم وبيده السلطه وسيدنا الحسين هو المظلوم وبدا المالكي. همزمان با برگزاری نماز وحدت روز جمعه، شورای نظامی دیالی اعلام موجودیت کرد و سخنرانان در شهرهای بپاخواسته اعلام کردند میادین عزت و شرف تا رسیدن به اهداف تحصنها پایدار و پابرجا هستند. خطیب جمعه رمادی: میدانهای تحصن در الانبار و سایر استانهای عراق تا زمانی که خواسته هایشان عملی شود پابرجا خواهد ماند. در 384 رومین روز تحصن و نماز وحدت جمعه در 6 استان بپاخواسته در بغداد و الانبار، از جمله در شهرهای رمادی، فلوجه، آنه، دیالی، صلاح الدین و شهرهای سامرا و تکریت و استانهای نینوا و کرکوک با عنوان انبار سمبل مقاومت و پایداری برگزار شد. تلویزیون‌های بغداد، الرافدین و تغییر پخش مستقیم از نماز جمعه شهرهای تکریت، جلولا و سامرا داشتند. در فلوجه کمیته های مردمی تصمیم گرفتند که به علت بارش باران و شرایط جوی نماز وحدت جمعه را به جای میدان تحصن در 3 مسجد این شهر برگزار کنند. در رمادی نیز نماز جمعه به علت شرایط جوی در مسجد بزرگ این شهر برگزار گردید. خطبای جمعه در سخنان خود حمایت خود را از قیام مردم الانبار ابراز داشتند و تمرکز سخنانشان بر افشای وابستگی مالکی به رژیم آخوندی و پایان مبارزه مسالمت‌آمیز با مالکی بود و بر ایستادگی میدانهای تحصن تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. شیخ عدنان مشعل، خطیب جمعه در میدان تحصن در رمادی، اعلام کرد میدانهای تحصن در الانبار و سایر استانهای عراق تا زمانی که خواسته هایشان عملی شود پا بر جا خواهند ماند. خطیب رمادی گفت متحصنین بر بازگرداندن حقوق مردمشان و برقراری عدالت و نفی ظلم بر مردم عراق مصر هستند و خواسته آنها جز این نیست. شیخ مشعل افزود اتهاماتی که به متحصنین نسبت داده می شود تلاشی است برای اینکه شکستشان در تأمین امنیت و زندگی شرافتمندانه برای مردم را بپوشانند. نمهل الحكومه بفتره لسحب كل قواته وميليشياته من محافظه الانبار. به گزارش تلویزیون الجزیره، شیخ علی حاتم امیر عشایره دولیم اعلام کرد مالکی در نبرد با مردم الانبار بازنده است و مردم انبار ایستاده‌اند. امیر دولیم افزود همه مردم الانبار باید آماده باشند برای اینکه نبرد نبرد تعیین کننده است. به مالکی مهلت دادیم که نیروهایش را انبار بیرون بکشد. خطیب شهرستان آنه در استان الانبار گفت کشور به علت ظلم ظالمان و فساد مفسدین در حال سوختن است.
سمیر فؤاد خطیب جمعه سامرا و سخنگوی جنبش مردمی در میدان حق اعلام کرد استان صلاح الدین در کنار مردم علمبار است. وی عملیات نظامی مالکی به بهانه تروریسم در علمبار را محکوم کرد و تأکید کرد که مردم صلاح الدین آمادگی کامل دارند که در کنار مردم و عشایر در درد و رنج هایشان باشند. خطیب نماز جمعه تکریت اعلام کرد قیام مردم علمبار و سایر استانهای به پاخواسته عراق یک قیام مبارک است. قیامی شامل دو وجه، وجه اول آن مسالمت آمیز و وجه دوم آن مسلحانه است. قیامی با هویت عراقی، عربی و اسلامی، به هیچ کس هم وابسته نیست. ما عراقی و مسلمان هستیم و برای ما همین کافی است. دولت مالکی می‌خواست با اتهام بنیادگرایانه قیام مردم عراق را از محتوا خالی کند، ولی مردم علمبار پیروز شدند و همراه آن همه مردم عراق و همه جامعه و آزادی خواهان در سراسر جهان بر این حکومت وابسته به رژیم ایران پیروز شدند. شیخ مهدی زیاد عضو جنبش مردمی سامرا به تلویزیون بغداد گفت ما خواستار پیروزی مردم فلوجه و رمادی هستیم. از کشورهای عربی، اسلامی و سازمانهای بین‌المللی خواستار جلوگیری از اعمال جنایتکارانه مالکی علیه مردم علمبار هستیم. این انقلاب جوانان و عشایر است. ادعای دولت در مورد وجود القاعده و داعش در انبار دروغ محض است. امروز جوانان اهل سنت و عشایر به پا خواستند تا از شرافتشان دفاع کنند. عضو جنبش مردمی سامرا اعلام کرد از مردم و به پا خواستگان علمبار در سایر استانهای به پا خواسته حمایت صورت گرفته است و ما همه با علمبار هستیم و از علمبار دست نخواهیم کشید هر قیمتی هم که داشته باشد. ادامه درگیری های رزمندگان عشایر با نیروهای مالکی در الانبار. بیانیه بزرگترین عشیره عراق. عشیره آلبوفهد کلیه جوانان رزمنده خود را تحت فرمان شورای نظامی انقلابیون الانبار قرار می دهد و در برابر ائتلاف نیروهای طرفدار رژیم ایران خواهد ایستاد. به گزارش تلویزیون الجزیره عشیره آلبوفهد بزرگترین عشیره عراق طی بیانیه اعلام کرد دولت مالکی به کرامت مردم استان الانبار تعرض کرده است، لذا این عشیره کلیه جوانان خود را تحت فرمان شورای نظامی انقلابیون الانبار قرار می‌دهد و در برابر ائتلاف نیروهای طرفدار رژیم ایران خواهد ایستاد. عشیره آلبوفهد در این بیانیه خواستار خروج کلیه نیروهای مالکی از استان شده است. گزارش ها حاکی است که در یک درگیری بین نیروهای عشایر مسلح و نیروهای نظامی مالکی در رمادی 3 سرباز کشته شدند. درگیری در رمادی کماکان ادامه دارد و نیروهای نظامی توسط هلیکوپتر حمایت می شوند. در یک تحول دیگر پنجشنبه شب در شهرک گرمه واقع در شرق فلوجه افراد عشایر مسلح مقر گردان واکنش سری موسوم به سوات وابسته به مالکی را به کنترل خود درآوردند. نیروهای گردان واکنش سری بدون هیچ گونه مقاومتی از مقر گردان خارج شده و آن را تحویل رزمندگان عشایر دادند. عشایر نیز به کسانی که خود را تسلیم کرده بودند امان دادند. تلویزیون رافدین گزارش داد در 12 روز جنگ مالکی علیه مردم خیابان 60 رمادی شاهد درگیری‌های شدید بود که منجر به منهدم شدن 6 تانک و 3 خودروی حامر گردید. به گزارش رافدین در درگیری‌ها تعدادی از نظامیان مالکی و خائنانی که به آنها کمک می‌کنند کشته شدند. عبدالقادر النائل سخنگوی متحصنین رمادی به تلویزیون الجزیره گفت رزمندگان عشایر شدیداً با نیروهای سوات
که تلاش می‌کنند با نفوذ در رمادی مردم را دستگیر کنند درگیر شدند. در همه راه‌های رمادی که به مرکز شهر منتهی می‌شود، رزمندگان عشایر به میزان زیادی گسترش یافتند و نقطه بازرسی نیروهای مالکی را به طور کامل از بین بردند و ارتش و نیروهای سوات که به بهانه دستگیری بیرون آمدند را شکست دادند. امروز رزمندگان عشایر کنترل خود را گسترش دادند و بسیاری از محلها را فتح کردند و در آمادگی هستند. اکنون یک رضایت عمومی بین مردم از نبود ارتش و نیروهای امنیتی در شهرها و عدم دستگیری وجود دارد. جنایات ضد انسانی دولت مالکی علیه غیر نظامیان در فلوجه اعتراضات بسیاری را در محافل سیاسی و خبرگزاری ها نیز برانگیخته است. لقاوردی رئیس کمیسیون مهاجرت و کوچ داده شدگان پارلمان عراق از فلوجه به تلویزیون الجزیره گفت نظامیان مالکی مانع ورود کمک‌های انسانی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای خانواده‌های مهاجر ارسال شده می‌شوند. آنها یک کاروان از کمک‌های انسانی را قبل از اینکه تصمیم به بازگرداندن آن به بغداد گرفته شود، توقیف کردند و به این کاروان اجازه ندادند که به مسیرش به سوی الانبار ادامه دهد. شیخ علی حاتم امیر عشایر الدولیم در مصاحبه با تلویزیون الفلوجه گفت مالکی در رأس تروریسم است. اگر این بار به الانبار حمله کند به سمت بغداد خواهیم آمد. امیر دولیم افزود مالکی و مزدورانش در این استان به طور کامل شکست خواهند خورد و چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. پایان دادن به مالکی توسط فرزندان استان الانبار انجام خواهد گرفت. امروز به همه فرزندان استان الانبار بدون استثنا میگویم باید برخیزند و از استانشان دفاع کنند و زمین و ناموسشان و دینشان را در مقابل فساد مالکی و شبه نظامیان رژیم ایران حفاظت کنند. او میداند اگر به فلوجه حمله کند دستش رو خواهد شد و در تیپ هشتم و عملیات آن کسی سرپا نمانده که بخواهد برای او بجنگد. اگر این بار مالکی به رمادی حمله کرد، بایستی با تمام فرماندهان و افسرانش خداحافظی کند، چون هیچ کس باقی نخواهد ماند و این را از من بشنود. مالکی داعش را می‌خواهد. ما این هشدار را دادیم و اکنون با همه شهرهای استان الانبار تماس گرفتیم و به آنها گفتیم که به ارتش مالکی و داعش اخطار بدهند که از شهر خارج شوند و در صحرا با هم بجنگند. به گزارش الجزیره مرجع شیعی عراق آیت الله فاضل البدیری گفت هر گونه عمل نظامی در داخل شهرها با هر بهانه‌ای مردود است و به بهانه مبارزه با تروریسم نباید به غیر نظامیان حمله کرد. آیت الله البدیری فراخوان به لغو فوری محاصره فلوجه داد و گفت باید به اهالی این شهر اجازه داد که خودشان در رابطه با مسائلشان تصمیم بگیرند و امور داخلی الانبار را به مردم آن باید واگذار کرد. آیت الله البدیری خواستار اجرای خواسته های مشروع متحسنین و اعلام عفو عمومی و حرکت در راستای همزیستی مسالمت آمیز در تمامی استانها شد. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی است که شورای امنیت سازمان ملل در یک جلسه غیرعلنی اوضاع استان الانبار و مشخصاً دو شهر فلوجه و رمادی را مورد بحث قرار داد. و گزارش میلادونوف رئیس یونامی هیئت سازمان ملل متحد در عراق را شنید. در پایان این جلسه سفیر اردن و رئیس شورای امنیت در ماه جاری طی یک اظهار نظر مطبوعاتی گفت بحث شورای امنیت در مورد وضعیت فعلی و چالش‌های موجود در صحنه بود. اثر انگشت رژیم ایران در فلوجه. واشنگتن پست 9 ژانویه 2014. حکومت عراق به سمت رژیم ایران لغزیده است. جنگ داخلی نه تنها قابل پیش بینی بود، بلکه به طور کامل قابل پیشگیری بود. شبه نظامیان مختلف عراقی وابسته به رژیم ایران به سوریه فرستاده شدند تا با ناراضیان سنی بجنگند. رژیم ایران به وسیله هادی العامری وزیر ترابری مالکی
عراق را به سکوی پرتابی برای حمایت از بشار اسد تبدیل کرده است. واشنگتن پست در مقاله اثر انگشت رژیم ایران در فلوجه می‌نویسد: یک مقام سابق آمریکا می‌گوید آنچه تراژیک است این است که عراق به سمت رژیم ایران لغزیده است و جنگ داخلی نه تنها قابل پیش بینی بود بلکه توسط متخصصان عراق در دولت آمریکا پیش بینی شده بود. ذوب شدن فعلی رژیم عراق و عواقب شدید آن بر منافع امنیت ملی آمریکا به طور کامل قابل پیشگیری بود. در معامله‌ای که پس از انتخابات عراق صورت گرفت، مالکی و حمایت کنندگانش در رژیم ایران که به صورت عجیبی توسط ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می شدند، یک دولت تشکیل دادند و معاون رئیس جمهور جو بایدن معمار سیاست آمریکا در آن زمان اعلام کرد که سیاست در عراق تعیین تکلیف شد. واشنگتن پست می افزاید جنگ مخفیانه در عراق توسط قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رهبری می شود و شامل شخصیت های مختلفی در اطراف مالکی است. رژیم ایران کارت های خود را از میان شبه نظامیان مختلف عراقی بیرون می کشد. ابو مهدی المهندس که متهم است که در حمله سال 1983 به سفارت آمریکا در کویت کمک کرده است، در حال حاضر گروه مورد حمایت سپاه پاسداران به نام کتائب حزب الله را رهبری می کند. قیس الخزعلی که در سال 2007 متهم به روبودن و کشتن تفنگداران دریایی در کربلا شد، یک گروه مورد حمایت سپاه پاسداران به نام اصائب الحق را راه انداخته است. سومین گروه شبه نظامی به نام گردان روز قیامت شناخته می شود. با دستور مخفیانه رژیم ایران، شبه نظامیان هر سه گروه به سوریه فرستاده شدند که در آنجا با ناراضیان سنی بجنگند. واشنگتن پست می افزاید رژیم ایران متهم است که توانسته عراق را به عنوان یک سکوی پرتاب برای عملیات جهت حمایت از بشار اسد با کمک گرفتن از هادی العامری وزیر راه و ترابری عراق به کار بگیرد. هادی العامری سپاه بدر که یک گروه طرفدار رژیم ایران است را رهبری می کرد. نیویورک تایمز 9 ژانویه 2014 اشتباه اوباما درباره عراق. اوباما باید در کنترل نوری مالکی فعالتر عمل می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مدت 2 سال افتخار می‌کرد آنچه را که رئیس جمهور پیش از وی نتوانسته بود انجام دهد با موفقیت انجام داده است و آن پایان دادن به جنگ عراق است. اما وقایع اخیر به جهان نشان داد که این جنگ پایان نیافته است. آنچه که اوباما پایان داده است در واقع حضور نظامی آمریکا در عراق بوده است. با تغییر توجه آمریکا از این کشور، این جنگ از سر گرفته شد و اکنون به شدیدترین مرحله خود رسیده است. در روزهای اخیر با توجه به درگیری‌های شدید در فلوجه و رمادی، عملکرد اوباما مورد بررسی تازه‌ای قرار گرفته است. درگیری‌ها در عراق تبدیل به بخشی از جنگ بزرگتر در منطقه شده است که به جنگ داخلی سوریه نیز مربوط می‌شود. اوباما باید در کنترل نوری مالکی نخست وزیر عراق که دولت وی بسیاری از سنی‌ها را از خود راند و موجب شورش‌های اخیر شد، فعال‌تر عمل می‌کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه نوشت نوری مالکی چند ماه مانده به انتخابات با بحران بزرگی مواجه شده است. نخست وزیر عراق در یکی از بزرگترین چالش‌های حکومت 9 ساله‌اش در چند قدمی بغداد کنترل 2 شهر را از دست داده است. شهر فلوجه چندین روز است که خارج از کنترل دولت قرار گرفته است. از دست دادن فلوجه به لحاظ استراتژیک مهم است، زیرا که در نزدیکی پایتخت قرار دارد. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری نوشت جنگ در عراق هشدار گروه‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
آنها میگویند دولت عراق حقوق بشر را نقض میکند و بحران انسانی رو به وخامتی شروع شده است. سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری نسبت به نبودن نیازهای اولیه مردم و محاصره فلوجه و رمادی توسط دولت مالکی هشدار دادند. گیکارنی سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن در حال گذاشتن فشار بر مالکی است تا روی آشتی سیاسی متمرکز بشود. به گزارش فاکس نیوز، سناتور مککین نیز نسبت به بحران عراق و دخالت‌های رژیم ایران هشدار داد. سناتور جان مککین، عضو ارشد سنای آمریکا، به تلویزیون فاکس نیوز گفت مالکی کاری که بلافاصله بعد از رفتن ما انجام داد به سرکوب سنی‌ها پرداخت و از جمله معاون رئیس جمهور خودش را برکنار کرد. وی افزود دخالت رژیم ایران در عراق روز به روز بیشتر می‌شود.